یکی بگه دیگران بگن، آغازگر نیستیم. خب من یک سری کسا برای من بسیار میگم همینجوری کتاب نمیخونم، همینجوری نام ها علکی نیست. من یعنی ویتکنشتین رو میشناسم، اصلا ویتکنشتین برای مهمه. میبینم ویتکنشتین را میفته میره جبهه، ویتکنشتین برای مهمه. خوب من الگوی من میشه، من تنها کتابخوان نیستم. میره 5 سال 6 سال این مرد غول اندیشه، یکی از 4-5 تا غول همه جهان معاصر تاریخ بوده دیگه. این آدم میره 5 سال 4 سال تو دبستان به کودکان درس میده. این آدم بهش میگن تو انگلیس جای دیگه میان آقا بیا ولکن بیا انگلستان، اینجا تو دانشگاه درس بده، تو پروفسوری. نمیره. من کار ندارم اینا رو برای چی دارم میگم؟ میگم که این کارهایی که من دارم میکنم میان ایرانی ها، این 80 میلیون خورده ای، تنها کسی هستم. اینم حالا یه عده غزل باش های نیروهای نفوذی های سربازان گمنام آقای خسرو فروهر، امپراتوری تصوف فخرآور فروهر، حالا میان از این ور اون ور دارن دیگه. اینا هم سربازان گمنام دارن آخه، خودشون هم سرباز گمنام هستن ها. الان دارن خودشون هم سرباز گمنام، تا اینجا که سرباز گمنام بودن، حالا بیان ثابت کنن نیستن دیگه، بیان ثابت کنن که سرباز گمنام نیست. ببینیم، منم اینجا دوستان گفتم 21 دلیل آوردم، گفتم که آقای خسرو فروهر مشکوک هست تا اون روز. آقا بیاد پاسخ بده. من که ادعایی ندارم، بفرمایید پاسخ بدید، یکی یکی ما خط میزنیم. اونگاه پوزش میخوام همینجا. آقای فرشته، یا فرشته البته مک نوشتم، آقای من اوکی، دوستان دیگه، رحیمیان، یلماز کارابولوت، اوکی، و دیگر دوستان، نسل سنز گلماز کارابولوت، ای میسین؟ اوکی. و دیگر دوستان، بیان پاسخ بدن. بسیاری ها تو مسنجر اینور و اونور به من میگن که بسیاری دیگه خوبیست، بیان پاسخ بدن. یکی از دوستان کامنت گذاشت، شما نظرتون در مورد کردها اعدام های چند روز اخیر چیه؟ اوکی، من تو این رو اوکی یک کم پاسخ خواهم داد. حالا آقای آرام گرامی هم اگه بیان، ایشون درباره کردها میتونن بیشتر توضیح بدن. اوکی خب، من نگاه کردم دیدم ایشون و دوستانشون بسیار، گفتم برای من مهم نیست که، گفتم یک مانند اون روش گالیله، مانند گالیله خوب ایشون بیاد دیگه. آقای آریا مرپارس، اگر شما ببین، من میگم ایشون اولا که آخونده، آقای خسرو فروهر روشش آخوندیست. ببینید من دلیل دارم دیگه، به هر حال روش آقای خسرو فروهر ببینید به کراوات نیست، به تیپ نیست، به کشور نیست. ما آخوندیسمی که در همین آلمان فرانسه داشتیم در قرون وسطا هیچگاه در مسلمان ها نبود. شما برید بخونید ببینید چه آخوندیسمی بوده، همه جا ما داشتیم. پس آخوندیسم روشه، منش هست، بینش هست، دانش هست. من دلیل دارم، ثابت میکنم آقای خسرو فروهر اگه یه عمامه بذاره، یه عمامه بذاره ها، تنها اون عبا و عمامه رو نده، اتفاقا آخونده یعنی منبری هست. حالا من میگم چرا، میگه چرا، دلیل بیار. یکی این که ایشون از روش های آخوندی استفاده میکنه، پوپولیسم، تودگرایی یا عوامگرایی. خب این هم یک مقوله خودش، اصلا فلسفی داره، اجتماعی داره، جامعه شناسی اینها داره، مجموعه از اینهاست. من اینها رو با فکت و دلیل میگم. خسرو فروهر اتفاقا آخونده، یعنی
به خوبی ایشون مشخصه های یک آخوندی رو که حجت الاسلام و فلان از امامی سیاسفید داره، آقای فروهر داره. شما خوشتون یا بیاد بیاد، من اصلا اینا از روی کینه شخصی نمیگم، با خدا من میگم با شما برید، من چه تعریفی از همین آدم کردم، من دیگه اینجا وقت نیست بخونم. گفتم ایشون بسیار آدم اوکی چه و چه و چه اینها، ولی من اینو بایستی الان یه آدم فیلسوف بیاد اینجا، یه آدم فوق لیسانس به بالای فلسفه خونده، یا کسایی که نه اینکه حتما تو دانشگاه فلسفه، کسایی که واقعا یه سری کتابای فلسفی خونده باشن دیگه، منطق بدونن، اینجور چیزا بدونن، بیاد به من بگه که نه من 10 تا حالا کمتر یا بیشتر فکت میارم که آقای خسرو فروهر اتفاقا روشش، متکلم بودنش، کاراکترش، همه چیز، اصلا شما چیز علمی در اون نمیبینید. روش دانشیک نیست دیگه، متد علمی نیست، ساینس ساینتیفیک نیست، گوش میدید چی میگه، علمی نیست دیگه، این با شاخصهای علمی تو دانشگاهی نمیخونه، یعنی واقعا آخونده. ببین شما گول ظاهر نخورید، من میگم شما مهم نیست بپذیری یا نپذیری، یا این آقا اگر جرأت داره یا میگم مردش هست، یا اگه شما آقای نامتون اگه مردش هستید ایشونو بگید آقا این چیزایی که این میگه چی میگه، آقا اصلا ممکنه من دروری دارم میگم، دارم تهمت میزنم، هر چی به پاسخ بده. من گفتم 21 تا فکت هست، حالا بیشتر شد، یه سری دوستان تو مسنجر یه چیزایی به من گفتن، یه سری دوستان دیگه اینفورمیشن هایی دادن، بیش از 30 تا شده، 30 تا فکت، بیش از 30 تا، یعنی همه این 30 تا اشتباه است درباره آقای خسرو فروهر، دوست آقای فخرآور، آقای فخرآور سازمان مجاهدین خلقی. من از دوستان میپرسم همه این 30 تا، اونی که من میگم دوستان دیگه میگن، همه اشتباه است، همه، یه دونه شاید، یه نصفه شاید درست باشه، یه نصفه. خب این خودش آخوندیه دیگه. ببین شما به آخوند میای میگید که آقا ببینید شما این اون اون، ببین من خودم پرسیدم دیگه، من تو دانشگاه، خب برای ما یه دروسی بود که آخوند میومد درس میداد، تو دبیرستانم همینجور، ما اخلاق اسلامی داشتیم، معارف اسلامی داشتیم، اینا رو آخوند میومد برای ما درس میداد. من خودم ببین با گوشم شنیدم، چون زبانی پرسیدم یه جایی به من چی میگه، خب مونده بود دیگه، گفت این دیگه تعبدی است، پاسخ نمیده آقا، یعنی همه چیز رو دیگه تمام میکنه با یه واژه. من میگم خب اگه ما اشتباه میکنیم هر چی، خب آقای فروهر شما بیاد اینا رو پاسخ بده. مگر شما برای نوریزاده زنگ نمیزنی میگی آقای نوریزاده تو اینجا دروغ میگی، دروغ میگی، تو داری دروغ میگی، خب منم اینجا میگم دروغ میگم، تو بیا پاسخ، چطور تو از نوریزاده انتظار داشتی پاسخ تو رو بده؟ چطور تو برای منظرپور زنگ میزنی فلان چیز بشه، خود زنگ میزنی الو 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 کلی وقت میگیری، خب تو بیا اینجا پاسخ. ببینید آخوند دوست نداره رو در رو بشه، میگه کلاسم میاد پایین بحث نمیکنم، در حالی که در آلمان خانم مرکل میاد بحث میکنه، پروفسورش آماده است بیا تو خیابون پاسخ بده، اونی که تو مجلس هست آماده است. این آقا میترسه. ببین آقای فروهر ریگی در کفشش هست، آقای فروهر از حسابش چون پاک نیست میترسه. ببین شما فوش میدید دیگه، اشکال نداره، تو چرت میگی تو فلانه، ببین اشکال نداره عزیز من، ببین من میگم عروسک بازی، ببین همه اینا قبول، ببین تو اصلا بیا هر فوشی دوست داری به من بده، اصلا بیا بالا به من دشنام بده، من نگران اون نیستم. ببین من میگم با دلیل من دارم میگم، آقای آریامهر عزیز، آریامهر پارس گرامی، قربون تو برم، من چرت میگم؟ اوکی من میگم آقا من حدودا 21 بیشتر از 21 من فکت و دلیل دارم. این آقا دیگه من این واژه رو بگم دیگه، اصلا مزدوره و یه نمه، یه نه بیشتر از یه نمه، منافع سپاه پاسداران رو داره تامین میکنه. ما دلیل داریم دیگه عزیز من، ممکنه این اتهامه، من میگم بیاد اینو رد بکنه، این آقا بیاد بگه نه عزیز من آقا پوزشخایی میکنم دیگه، از این شفافتر. من میگم آقای خسرو فروهر رژیم جمهوری اسلامی نگهداریشو کمک میکنه، آقای خسرو فروهر یک نفوذی هست، آقای مانند از 1,000,000 برابر بالاتر از اون خیانت کردن، 1,000,000 برابر بالاتر از اون، مثلا که ارتش بود حسین فردوس، این آقا بالاتر از اونه. یکی به من بگه، دوستان یکی بنویسه آیا ما آقای خسرو فروهر از ارتش بود حسین فردوس جایگاهش نزدیکیش به پادشاه خاندان پهلوی بیشتر بود؟ این یکی به من بنویسه،
شما میدونی چه خیانتی کرد دیگه، از تیمسار مقربی، شما میدونی چه جایگاه ده. از اون بالاتر بود و دیگران و دیگران. پس اینجوری نفرمایید، اینجوری نفرمایید. منی که دارم با شما میگم، به ویژه حالا کتاب های پرشمار تاریخی در این زمینه، اینکه لنین اومد تو روسیه چی کار کرد، استالین چگونه کشور رو اداره میکرد، چه گذشت در زمان استالین، چه پس از اون برژنف، چه پس از اون پوتین اومد، چه گذشت در جمهوری های پیشین شوروی پیشین، در این تاجیکستان، در قزاقستان، در جاهای دیگه. گوش میدید؟ من میگم آقا ما بیش از 30 فکت داریم که این آقا منافع جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه، این آقا خطرناکه، این آقا عنصر خطرناکیست میان اپوزیسیون. چرا؟ چون شما عباس فخرآور رو میشناسید، شما بهنود رو میشناسید، شما بی بی سی رو میشناسید، خب اکنون قاسمی ها رو هم شناختید، محمدی ترکیه رو هم شناختید، گذاشتید کنار، شما کمالپورها رو گذاشتید کنار، شما اون حزب باوند و با تشکیلاتش رضا زرابی رو گذاشتید کنار، شما سرهنگ رضایی ها رو دور ریختید، شما اینا رو دور ریختید. ولی یه کسی اومده اکنون، یه کسی اومده، شما میرید بهش پناه میارید. همون فرمولی که تلویزیون اطلاعات، وزارت اطلاعات، تلویزیون سپاه، کدوم تلویزیون نامش یکی بنویسه، اون همین کار کرد. تلویزیون اپوزیسیون بود، کسایی که در بیرون کشور بودن ها، هزار هزار زنگ می زدن، کمک مالی می کردن، کنتاکت برقرار می کردن. اینا چیکار می کردن؟ تنها کاری که می کردن، هیچ کار نمی کردن، ایمیلشو می دادن به اون جایی که می خواستن، وزارت اطلاعات. چه بلایی سر دختر پسران آمد؟ از چه روشی؟ گرگ یک جامعه و رخت، گرگ یک جامعه و رخت میش رو پوشیده بود، میشا همه رفته بودن به سویش. این یه چیز دو تا چهار ساده است. چه چیز باعث میشه که شما عاشق چشم ابروی مثلا آقای خسرو فروهر؟ ما از اون جنبه شخص من نمیدونم، ما میگیم دلیل داریم، فکت داریم، با اطمینان میتونیم بگیم که ایشون منافع جمهوری اسلامی ایران مشترک و سازمان مجاهدین خلق، یعنی دو جانبه بودنی که در عباس فخرآور دوست جانجانش هست، در این هم هست. اینا بیاد پاسخ بده. من میگم من ممکن اشتباه بکنم، دیگران یعنی آقای مهدی مخدومی، آقای حمید نادری هست، هانی اینجا هست، خانم ایرن هست، آقای کوروش هست، نسل سوخته هست، دیگه برای شما بگم فرهاد درویش هست، خانم کتایون آریایی هست، آقای اندلس هست، مجید مسلمی هست، آریا خودت هستی، آقای غلامرضا ایزدی اینجا هست، خانم آقای شهروز علیرضا اینجا هست، خانم شهناز حسن شاهی اینجا هست، جوبین امیری مر اینجا هست، عباس کوچکی اینجا هست، این همه عزیزان اینجا هستن. آقا من اشتباه میکنم، من اشتباه میکنم، شما آقای نیکو صمدی عزیز ما هست، آقای صمدی و دیگر دوستان بیان قضاوت کنن، هرچی اونا بگن. آقای کلانتری اینجا هست، آقای کلانتری بگه، من بگه چطوری بگم، اینا بگن آقا جان آقای خسرو فروهر حق با آقای خسرو فروهره، تو بی خود میکنی، آقای پورایین چیه، تو مزدوری، خفه شو، بگید به من. آقای صمدی بگو من ناراحت نمیشم، چرا باید ناراحت بشم؟ خانم ایرم من جدی میگم، شما اگه به من بگید که شما اشتباه میکنی، چطور یه همرزم شما اتفاقا باید به من بتوپید؟ وقتی من فکت اشتباه میارم من خوشحالم میشم. آرام عزیز هست بگه آقای پورا تو برای چیه مبارز رو میای بهش برچسب میزنی؟ به من بتوپه آقای آرام، به من بتوپه، من اشکال. ولی آیا من این رو نگم درسته؟ من میبینم کشتی سوراخه به شما نگم، من میبینم پل شکسته نبینم، من ببینم درون گوسفندها یکی گرگی هست که یک رخت عین گوسفند رو پوشته، من اینو نگم، آیا این توهینه؟ ببین من یک نمونه آوردم، یکی تو مسنجر گفت شما گفتی گوسفند، گفتم حالا من اونجا به شوخی چیزی گفتم عزیزم ببین این روش نه، این یه مثاله، همه جا میگن گرگ در جامعه میش و گوسفند، و کسی که منطقی میگه دیگه گوش نمیکنه میشه گوسفند دیگه. من که اینجوری نگفتن که، پس این از اون. پاسخ چی بود؟ پاسخ آقایان چی بود؟ توهین.
چه توهینایی. ببین برای من که مهم نیست، من همیشه گفتم اصلا شما هر چی دوست دارید من توهین کنید، من باک از این چیزا ندارم، حتی باک امنیتی هم ندارم. خب شما دیدید دیگه، من کسای مانده های آرام به هر حال با تجربه هستن، دنیا دیده هستن، چی میگن دیگه، میگم موشونه تو آسیاب سپید نگردن، یعنی کسانی مانده همین آقای صمدی با تجربه هن. میدونم من چی دارم میگم، همه دوستانی که نام بردم پوزش ما، یار کسی فکر نکنه اون نکته امنیتی رو داشتم میگفتم، نکته امنیتی قربون شما برم. آرام که میتونید تشریف بیارید بالا، شما درخواست بدید، میتونید هم شنونده هم باشید در میان، اگر دوست دارن دوستان میتونن درخواست بدن. من به دوستان گفتم یکی دو تا گروه دوستان این رو کپی پیست کنم بذارن، من یه دونه یه جا رو میخوام این کارو بکنم، اونگاه بریم یه چند تا نکته دیگر رو بگم که چرا این مهم هست. من گفتم به هیچ رو بحث شخصی نیست، اگر این کار نکنم اوکی من نمیدونم برای چی شما این نوشتید آقای حمید نادری، خب من نمیدونم اوکی شما میگی خیلی دوره، حالا من نمیدونم برای چی شما نوشتید این آخه، اوکی مهم نیست. و من اگر این کار نکنم دوستان میگه نام کار من چیست؟ بله حالا آقای آرام نوشتم مسئله خیلی ساده است، ببینید ایشون نوشتم بسیار ساده است دیگه، بیان جواب بدن، بس درخواست ایشون هم هست. آیا اینجا دوستان دیگه نمیخوان؟ دوستان اصلا بنویسن برای من که بسیاری ها نوشتن. ببین دیگه دوست عزیز، سپاس جناب ماسالی و دیگر دوستان، دوستان بگویم من کجا اشتباه میکنم، میگم بیان لطف کنید تیتر خب من یکی میخوام دو تا گروه این رو بفرستم اونگاه بیا. اگر آرام گرامی در ارتباط با کردستان، دوستان پرسیدن از کردستان چی خبر، اعتصاب ها و اینها، تا من یک جا این رو شیر کنم، اگر آرام گرامی آمادگی دارن میتونن تشریف بیارن در پیوند با کردستان، خب بسیار مهم هست دیگه، ما یک همیانی از اینستاگرام پرسید، اینجا تو فیسبوک دیده نمیشه. اگر آرام گرامی میتوانن میتونن تشریف بیارن در این پرسشی که در اینستاگرام بود رو شما پاسخ بفرمایید و دیگران بشنوم. من یه چند ثانیه میخوام تنها این رو یک مورد رو بگیرید، یک کپی کنم یه جا هم دوستان شیر کنن. برای روشنگری من گفتم این بسیار متفاوت هست این کاری که دارم میکنم، برای اینکه مسائل امنیتی رو و نیز حتی مسائل فلسفی رو و اینها رو دارم، همون بحث علمی دیگه، در هم آمیختن علم یکیش اینها هست، بحثای علمی ما در می آمیزیم، اینم ساده نیست، یک چمو خمهایی داره. شما گاهی یکی میگه بابا چه فرقی است میان برنمونه اون پروفسوری که میاد جراحی میکنه تند نیم ساعت 20 دقیقه میفهمه که بایستی اونجا رو چاقوی جراحی رو بزنه، یا شما ببینید اینا ساده نیست هر کسی بتونه پی ببره این نکته هایی رو. طبیعی است من پی میبرم میگم به جای اینکه ستایش کنن، یا ستایش نمیخواد بگه دست در نکنه، اینم نمیخوام بگن اوکی، میان چه توهینایی میکنن، حالا که یا خودشون ها نیروهای خودشونه، مثلا همین بچه های همین خسرو، خب این پول داره دیگه، پول میگیره آخه. شما ببینید ایشون مانند آخوندها همش یه کاسه گدایی داره، آقا من اینا رو میگم شما هیچ جا نمیگن، حالا من فکت ها میارم ببینید این کجا چه دروغایی میگه، اینجا خواهم گفت، اینه هیچ که به شما نمیگه، من آن نشستم من میشینم برای شما میگم، من چون اطلاعات کتاب براتون میخونم اینه میگم، باید به من پول بدید، شماره حساب اینجا اونجا، صندوق پستی دستی پایی با کله هر جو شده به من پول برسونید، آقا هفته پیش اینقدر رسوندن، پول بدید پول بدید، یعنی دقیقا پررویی آخوندها رو ایشون گفته. زکی کدوم استاد دانشگاه، کدوم روش علمی ما نداشتیم، یکی آخوند این کار میکنه، یکی دورگردها، شما دیدی اون بیچاره ها اینجوری چیزن، سفسطه‌گران اون زمان این کار میکردن، میگفتن ما به شما سفسطه رو یاد میدیم، خب یعنی روشه چطور بیای پیروز بشی در مجادله و بحث، همین یه روشی بود، روش از روش سفسطه میومدن بگه، این آقا همین کاره میکنه، میاد میفروشه، یعنی میخواد درباره تبرزدی یه چیز میگه، میگه خب من حالا ساعت ده بیدارم اینجا وقت دارم میذارم، پس بایستی به پایپال من به اون شماره حساب من پول بدید، آقا همش این کاسه گدایی داره، خب تو برو کار بکن یه جا فلانی بساری، یک سنت نباید بگیرید، یک سنت نباید بدید،
یک سنت. این خیانت، این کثیفترین کاره، این شارلاتانیزمه. مگه میشه پول چی؟ پول چی؟ پول حقه؟ آخه من نمیفهمم. خب این من اگر به این طرفدارانی که پول میدن میگم تو گوسفند نیستی، بعد چی هستن؟ پول میدن که داره مردم رو رنگ میکنه. پول آخر رنگ کردن، پول درویی، پول مزدوری داره میگیره. آخه برای چی؟ من خط سرخ گذاشتم برای خودم، گفتم یک سنت حق ندارن. اگر کسی سند آورد، گفتم همش یه 20 دلار، میگم 20 یورو بود، اونم گفتم به خاطر اینکه اون هتل کارت آلمان منو نمیپذیرفت، یعنی اون یه کارت ویژه میخواست، ویزای آمریکا رو میخواست. به یه کسی گفتم من به حسابت بریزم، چندین بار گفتم، گفتم من بدهی دارم، همین. کسی حق نداره یک سنت بده. روش های دیگه از سفسطه استفاده میکنه، مغالطه استفاده میکنه، دیگه دروغ میگه مانند آخوندها. آخوند رو میکوبه، اسلام رو میکوبه، خمینی رو میکوبه، خودش روشش اتفاقا روشش آخونده، حجت الاسلام. ببین این آقا سقط الاسلامه، یه سقط الاسلام خسرو فروهره. اینو من نه به عنوان دشنام، نه به عنوان صفتی، دلیل دارم میگم، دلیل قاطع دارم میگم. یک سری روش های خطرناک امنیتی هم داره که من الان یه نمونه رو بر شما میگم. من هنوز نشد. اوکی. خب آرام عزیز، شما ننوشتید، میتونید تشریف بیارید بالا یا نه؟ خب بیا ببینید. یکی دیگه از همیانان نوشتن، ایشون در برنامه خود همیشه کمک. بله دیگه، ایشون خب اوکی. از ایران عزیز. اوکی آها، اوکی شما فرستادید، من چرا ندیدم؟ شما میگید فرستادم، بس من بذار. خب این آه اوکی، نه من اشتباهی، آقای من اشتباهی زدم، شما دارید میاد بالا. حالا نمیدونم، بذار من اشتباه شد، من آرام رو یه بار دیگه. خب آقای آرام، من کوشش میکنم یه بار دیگه. خب آقای آرام فکر کنم اوکی، شما دارید میاد بالا. دوستان اینستاگرام یه پرسشی کرده بودید، از گاه من اینا رو ری میکنم یه سری فکت ها. خب خوش شد آرام جان آمدید، من گوش هستم. در زمینه کردستان میگه همین چیزی که گفتم. آقای فروهر، آیا ما بایستی بیاد نیاد، شنشیشون بالاست یا نه؟ اینجا گفتم پروفسورای آلمان رو شما میتونید بیاد، به هر کسی پاسخ میدن. خانم مرکل هم اینجوریه دیگه، شما خودتون. من گوش هستم، من البته شما رو نمیبینم، دوستان میگن بی ادبی نباشه، من گوشم با شما. درود دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. در مورد مسئله که شما فرمودید جناب پورا، خیلی ساده است. این دیگه نمیخواد دیگه من بیام به شما اهانت کنم، توهین کنم یا بدو بیرا بگم. ایشون بیاد جواب بده و موظف هم از بیاد جواب بده، موظفه که بیاد و جواب بده. عجب، شما بس درخواست، شما الان درخواست دوید موظفه بیاد. اوکی ببینید، یک همیهنی میگه آقا ایشون موظف، اصلا کار به من نداری، درسته؟ شما دیگه کار به من نداری. اصلا ببینید، شما یه مسئله رو مطرح کردین، درست، یه مسئله رو مطرح کردین و یک فکت مثلا سی تایی، چل تایی، حالا بیست تایی نمیدونم آوردیم به این دلایل. بله پنجتا. خب بله. پنجتا، این پنجتا خب برای من قانع کننده است، درست، برای من قانع کننده است. خب علایشون یا طرفدارشون که میان اینجا اهانت میکنن، مهر بفرمایید بیان در مناظره شرکت کنن و رو در رو بگن این دلایلی که شما آوردین اصلا قابل قبول نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. این دیگه دعوا نداره. و اگر نمیاد و اگر نمیاد و خودشو به بیخیالی میزنه، اگه بله. خود بزرگینه، ما در مبارزه خود بزرگینی نداریم جناب پورا. اگه مثلا منیت و هر کسی برای خودش یک من هست، اینجا خود بزرگی نداره. شمایی که میاین و تریبونی رو اشغال میکنید، دم از مبارزه میزنید، موظف این جوابگوی مردم هم باشید. اگر خودتون رو مبارز میدونین، خدمتگزار مردم میدونین، باید بیاین و جواب بدین. این دیگه مسئله خیلی پیچیده ای نیست که میخوایم اینجا بیایم و پیچیدش کنیم. مردمی که در داخل هستن دارن با جونشون بازی میکنن. مردم وسط کف خیابون میریزن، با جونشون بازی میکنن و نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. ما الان لابی هایی که
جمهوری اسلامی داره خیلی بیشتر از مبارزینی هستیم که در ما در فضای مجازی داریم. لابی های جمهوری اسلامی خیلی بیشتره و باید حواسمون جمع باشه. من خودم شخصا از شما تشکر میکنم جناب پورا، اگر حتی اگر کاملا شما هم اشتباه گفته باشین. الان اصلا ما میگیم این دلایلی که شما آوردین درست نیست، خودشون بیاد جواب بده، بیاد جواب بده، حداقل نه از خودش، به خاطر مردم. من اصلا میگم خودم مشکلی ندارم جناب پورا، اما به خاطر مردمی که دارن برنامه رو میبینن، دارن برنامه ما رو دنبال میکنن، داریم خط میدیم به مردم و مردم موظفن، شما موظفین مردم پاسخگو باشید. برای همین ایشون باید بیاد اینجا، اجباره. اینجا مسئله این نیست که خوشش بیاد یا خوشش نمیاد، در شأن ایشون هست یا نیست. خب اولا شأن ایشون نمیخواد داره خودشون تعیین کنن. اگه مسئله شأن، من خودم بالاتر از هر کسی میدونم، اما وقتی مسئله ملیه، مسئله مبارزه است، مسئله اینه که من خودم مبارز میدونم، باید در خدمت مردمم باشم و برای مردمم باشم و ایشون موظف است بیاد و جوابگو باشه در قبال مسائلی که شما اون ما فرمودید. اگر نیان، من خودم شخصه میگم، این نظر شخصی منه، ایشون مزدوره، ایشون مزدوره، مادامی که نمیاد جواب بده، چون اگر نیستی بیا جواب بده، خودم مبارز مردم نمیدونی. من میگم الان مثلا میگم جناب پور، انتقادی به شما وارده، خب وقتی شما نیان جواب بدین یعنی وارده دیگه. بیاین و جوابگو باشین. الان بیشتر دوستان جناب گیلان ماسال فرمودن که آقای خسرو فرهاد بیاید و پاسخگو باشین، همه یعنی گرامی اهانتی نکرده اینجا و خیلی از دوستان دیگه، به ویژه که این همه کمک مالی که ایشون میگیره، آقا این پولی میگیره، لاغر نبایستی بیاد پاسخگو هم بشه؟ این همه طرفدار داره، به ویژه ما یه سری چیزهای امنیتی رو گفتیم، یعنی اگر یک هم میهنی به واسطه سهلنگاری، من میگم سهلنگاری، ایشون مشکل امنیتی بشه، مسئولیتش با کیه؟ یعنی من اینجا بحث، یه وقتی یکی میاد درباره آشپزی میگه، خب اون یه بحثی، حالا اصلا اشکال داره، اصلا هم به هر دلیل، ولی وقتی مسائل سیاسی هست ایمیل میدن. ما تجربه رنگارنگ، تلویزیون رنگارنگ بود، بسیار دختران پسران میرفتن ایمیل میدادن، حالا اونجا مسائل امنیتی نبود، بسیاری از بچه ها گیر افتادن. حالا این مسئله هم هست، حالا این فرمایش شما، این آقا هم نمیاد، حالا این پرسشه چرا نمیاد؟ بله مسئله همینجاست جناب شهرام سخراوی، گفتین لطفی موضوع برنامه در مورد جناب خسرو، حالا به قول خودشون فروهر و به نوشتاری فروهره که جناب پورا فکتایی رو ارائه دادن که ایشون اصلا موضوع هست و ایشون هم تایی دو سه برنامه که حالا به اجرا شده و جناب پورا مستقیما خواستن بیان و جوابگو باشن، جواب ندادن. و همجوری هم که شما فرمودید 40 سال دوگانه سوزا به حیات رژیم ایران کمک کردن، همین دقیقا حرف شما جناب سخراوی عزیز، دقیقا حرف شماست و مشکل ما هم همینه. بیان جوابگو باشید. شما اگه یه تلویزیون رو اشغال کردین، از گر رای گر، یعنی چپ و راز میرون میان به خود جناب پورا، از مردم کمک مالی میخواین و من وقت گذاشتم و منم دارم وقت میذارم. شما اگر وقت گذاشتی در فضای مجازی و در یک کشور سوان به قول معروف سالس هستین و جادون خیلی امنه، من 20 کیلومتر با نیروهای ایران فاصله دارم و زیر توباران شدید هستم، هیچ ادایه ندارم، وظیفه باید انجام بدم و انجام میدم دیگه. مثلا این حساب بانکی سوئیس هم، اون حساب بانکی آمریکا هم واریز کنین، این حرفا رو نداریم. خب ایشون دوباره میشه مزدور، کسی که حقوق میگیره در قبال کاری که انجام میده. اینجا مسئله ایرانه، مسئله همیاری کردن یک بحث جداست برای یک کار تیمی، برای یک کار ملی. اما اینکه من بهم پول بدم به شما که مثلا میان به قول جناب پوره یک کتاب از رو داریم میخونین، خب 100 سال اختیار میخوام نخونین، بعد پاسخ هم نمیدن. حالا یه جا پرسش هم هست، خب بیان لاغر این پولی که میگیری، این پول یکی اینکه بیاد بگه واقعا چقدر پول میگیرن ایشون، و حالا مهم نیست اونم نگم، ولی این پولی هم که میگیری لاغر بیا اینجا پاسخ خوب. الان بسیاری از همیاره تو مسنجر اینور و اونور، خود شما هم الان دارید میگید، درخواست دارن که بیان ایشون پاسخ بدن. انا هست ببینین جناب پورا، اگر ما میخوایم واقع بین باشیم، واقع گرا باشیم، میان جواب میدیم. من الان در صفحه
فیسبوک جناب یاور یزدانپرست مسئله رو عنوان کرده بودن که اهانت بود کردها. من رفتم بهشون زنگ زدم بودم شما خیلی دارین اشتباه میکنین. نزدیک 2 ساعت خورده من با ایشون صحبت کردم تا به این نتیجه رسیدیم که کاملا در اشتباه هستم. اصلا دیدگاه ما دیدگاه تزیه، دیدگاه ما دیدگاه نمیدونم چیزایی نیست که اونا دارن از خودشون در میارن. گفتم شما بیا سوال کن بپرس، بعد گفت لایو بذار. گفتم لایو هم میذاریم مشکلی نیست، وقتی من عقیده ما دارم بیان میکنم در خصوصی شهامتش هم دارم که بیام علنی اعلامش کنم، ترسی نداریم از کسی. جناب سخرایی که میفرمایید دیگه، جناب شهرام سخرایی فرمودن به جای دنبال کردن این مزدوران در لباس انقلابی و معارض به دنبال راهکار موثر باشید. ببینید این خودش راهکاره که بله. بیا این مبارزه واقعی رو مردم بشناسه که مردم ما دچار سردرگمی و سرگیجه نشن. اتفاقا خیلی مهمه، ما در میان صف اتحاد، خب یکی از برچسبای ما اینه دیگه، ببین اتهام ایشون هست که ایشون یکی از اختلالگران هست. خب ما هنگامی که یک کسی رو که مختل کننده هست، خب ما داریم اینجا شناسایی میکنیم. بس اتفاقا ما حتی این برچسب داریم، میگیم آقا ایشون گرگیست در جامعه زیبا، در رخت زیبا. آیا شما میخواهید میان کسایی که اتحاد هست یه نفوذی باشه؟ این اتهام ما نمیگیم هست. خب ایشون اگه پاسخ نمیده به فرمایش آقای مرادی ما هست دیگه، پس این آقای گرگ نمیاد که ما میگیم آقای گرگ، چون میگیم ما میگیم گرگیم، این میگه نه من گرگ نیستم، میگیم اوکی بیا ما این رخت رو تست کنیم. این میترسه که ما بیایم این رختش رو باز کنیم، این واقعا اون نیست. پس یه دلیلی داره که ایشون نمیاد. بله الان جناب ایرانی عزیز فرمودن جناب آرام راجع به حمله استفاده به کردستان را مطرح بکنید. چرا ببینید جناب پورا صدا تو نمیدونم چرا پایین شد، صدای شما کم شد. دیشب سر ساعت 12 شب نیروهای مزدور وابسته به جمهوری اسلامی یکی از مقرهای حزب کمونی کردستان رو، البته اینا اومدن و مقر رو به رگبار گلوله بستن و با ماشین متواری شدن. رژیم نیروهای زیادی رو وارد کرده، عکس‌ها و فیلم‌هاش در بیشتر پیج‌ها هست و در فضای مجازی که نیروهاش رو آورده و در نزدیک مرزهای کردستان عراق مستقر کرده و به قول خودشون میخوان ما رو نابود کنن و الان ما هم در حالت کامل آماده باش هستیم. ببینین این حمله رو که آغاز کردن و در صدر اینا میخوان رد گم کنن. جمهوری اسلامی در منطقه بصره کاملا زمینگیر شده. مردم بصره الان سفارت جمهوری اسلامی رو به قول معروف با آتیش کشیدن و اونجا فری اومده در منطقه عرب نشین فشار زیادی رو وارد کردن، بیشتر سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران رو آتیش زدن، حتی در زیرزمین این مکان ها زندان هایی رو پیدا کردن که اینا مخالفین خودشون در عراق رو گرفتن و زندانی کردن و برای اینکه توجه رسانه ها رو جلب کنه به سمت دیگه، این حمله رو به سمت نیروهای مبارز کرد به قول معروف کشید سمت این ور و علنا کیان سیاسی عراق رو زیر پا گذاشت و توسط حفر و موشک مقرات حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان رو مورد اصابت قرار داد، جایی که خانواده ها زندگی میکنن و جایی که خانواده هست. اصلا نیروهای مبارز جنگجوی ما اونجا نیستن و حالا هم عرض کردم عکساش در فضای مجازی هست که دوستان ما زحمت کشیدن و از ورود نیروها به داخل حتی خاک عراق که وارد شدن، سایت های موشکی که دایر کردن در این نزدیک یا همه رو عکس برداری و فیلم برداری کردن و در فضای مجازی منتشر کردن. ببینید هر رژیم دیکتاتوری که داره نابود میشه همیشه اینجوری بوده جناب اوکراین، و این یکی از نشانه های نابودی جمهوری اسلامی است. الان که داره نابود میشه همه جا چنگ میندازه، طبیعی همه جا چنگ میندازه و میخواد
در ظاهر نشون بده که بله من قویم، اما مطمئن باشیم که این رژیم پوسیده شده، این رژیم نابود شده است و چیزی هم به حیات ننگینش نمونده. و الان برنامه هایی که جناب پورا میذاره دقیقا در همین راستا هست، توجیه کردن مردم که مبارزین واقعی رو بشناسن، کسانی که به نام مبارز میان و مردم سر کار میذارن، کسانی که میان و به نام مبارز مردم رو بی راه میبرن، اینا شناسایی بشن. ما وقت زیادی نداریم و باید تشکر کنم از جناب پورا به خاطر برنامه خوبی که میذارن و وقتایی که در ببینید جناب پورا خیلی راحت در آلمانه. به جناب پورا شما برید به زندگی شخصیتون برسین و به قول خیلی از دوستان آبجو و پسته خودتون رو بخورید، دیگه به جهنم چی میشه؟ وقت چرا میذارید؟ باور کن آقای مرادی، آرام جان باور نمیکنید، من گفتم بسیار وقتا میشه ساعت 3-4 میگم هیچ کاری هم نمی کنم. من حتی به کارهای شخصی زندگی، یعنی دیگه نمیدونم چطور بگم. من اینجا ببینید نزدیک این خانمون، یعنی تو این منطقه تنها نزدیک خانه ما یه استخر بزرگ هست. من خودم آبم دیگه کنار دریا و اینا بودم، بسیار علاقه دارم، اصلا ورزش مورد علاقه من شنا هست. خب استخر بزرگ نزدیک خانه ایمان هست، نزدیک خانه ایمان. طرف از راه دور میاد، گاهی از من میپرسه مثلا استخر کجاست، من بایستی بگم اونجا. یک بار امسال نرفتم. ببین یک بار، منی که عاشق استخر و شنا هستم، همسایه نزدیکه، یعنی اکثرا میخوام آدرس بدم میگم بغل مثلا این استخری که اینجا هست، استخر بزرگه دیگه، از اون استخری که توش رستوران هست، فلان هست، یعنی آبازی و دیگه از اون استخرهای چیزی، استخر روباز که توش درخت و پرخت و همه چی هست، یعنی خودش شهره. ولی من میگم یک بار نرفتم امسال. باشگاه خودم بایستی برم، نمیرم. کلاس رو من گاهی امتحان دارم، به کلاس هم نرسیدم. ولی آقایون اینجا نشسته. حالا من اینو میخوام بگم، این مسائل خطری که داره رو من یه نمونه اینجا بیارم که چه خطرهایی رو ما تجربه این رو داشتیم. ببینید این یک فایلی هست، این حسینی دوست هم اینا، دوست سابق اینا، الان هم فرمالیتی میگن نیستی، حالا این وارد اونا نمیخوام بشم. ببینید اینا خوب ارتباطاتی با سپاه داشته دیگه، کسی که تو صدا و سیما باشه، صدا و سیما بسیار حراستی امنیتی اطلاعاتی اینا هست. خب این اومده یه چیزایی رو گفته، لو داده، البته ما هم شنیده بودیم، درست هم هست. ببینید من یه بخشی رو میذارم، ببین این پروژه رنگارنگ اصلا پروژه چی بود. من همین رو برای این آقا مثلا ما میگیم دیگه، برای همین میگیم این آقا بیاد پاسخ بده، فرار نکنه با مسخره لودگی و اینها کار پیش نمیاد. اونم دیگه الان از دست من خارج شده. من اصلا ادعای من اینا رو گفتم، دیگران الان میگن آقا بچه من فلان کس میاد با تو ارتباط برقرار میکنه، به تو باور میکنه، گول کراوات تو، تیپ تو، قیافه اتریشی، حالا هر چی داری میخوره. من که نمیدونم، پسر من مثلا آرام، هر کسی تو اینا رو ممکنه گرفتار کنی، بپرسی پدرت کجاست، فلان، از این چیزا. خوب فرض دیگه، ببین در چیز این بوده، در تلویزیون آرام ببینید خروج شناسایی مخالفین داخل کشور، پروژه‌ای که تولید کردن، تولید یک موجودی به نام حخا. من فقط حخا رو توضیح بدم بهتون، اهورا پیروز خالقی یزدی، حالا هر چیزی اسمش هست، اسم همچین مهمی هم نداشته. این آدم یه آدمی که منمن میکنه، به مجری تلویزیون رنگارنگی بوده، این چیزی که در ویکی‌پدیا نوشته و همه هم در خارج از کشور میدونن، به نام فتح‌الله خالقی یزدی، اسم از فتح‌الله بوده، کرده اهورا، مثل الان که اسامی شده به لباردو، بیلندو، اینطوری شده دیگه، الان دیگه فاطمه و سکینه و اینا نمیگن دیگه، الان میگن بیلندو و ربندو. ایشون اسمش شده اهورا از فتح‌الله و معروف به حخا شده. ایشون در تلویزیون ماهواره رنگارنگ کار میکرده، وعده داد در ده مهر 1383، هم دوران مهرگان اینا 83، با 50 فروند هواپیما به تهران پرواز میکنه و نظام هندوستان را سر میکنه. این چهار خط بیشتر وجود نداره، اما چیزی که در این وجود داره، این چیزی که خیلی جالب شما بدونید و رفت داره، راز پشت این فوتونه، راز پنهان این فوتونه.
کنه. اولا باید شما تلویزیون رنگارنگ رو بشناسید. من یکی از کارهایی که تو این مدت کردم، یادتون باشه هر سخن جایی و هر نکته مقامی نقطه مکانی دارد. گوش خودم تا الان استفاده کردم، یعنی پشت تلفن. حالا یکم ببینید، در هر حال تو صدا و سیما اینها هر کسی تو ایران باشه بر گوش داره چیزایی رو میشنوه. درسته این آدم با اون رائفی پور و سپاه هم بوده دیگه، یه بخشی با اونا به هر حال یه چیزایی به این میرسه، درستم هست. یعنی این چیزی که میگه این آقا 8-9 ماه تو خانه فخرآور بوده، فخرآور هم دوست جانجانیه دیگه، همین خسرو فروهر. میخوام بگم که ببینید این یه چیزایی رو میگه، درسته. حالا این بخش رو گوش بدیم، یعنی از این چیزا میتونه باشه. خبر ندارم. چرا؟ به دلیل اینکه منتظر بودم جنبشی که بعدها قرار اتفاق بیفته، کاری که میخوام بعدها بکنیم. مریض اینکه به من گفتن تو رو میکشیم الان 7 ماه. حالا این یه خورده برای خودش یه چیزا هست که الان دو سه تا میگیرم حرف بزنم. ولی چون این هفته بهش فرصت در پروژه حواسی، یکی از اتفاقی که افتاد، تلویزیونی در واشنگتن باز شد، یک آدم من نمیشناسمش، یعنی نه دیدمش نه میدونم، فقط اسمش رو از ایران میدونستم، خیلی جالبه بدونید، و توسط یکی دو تا خانواده‌اش هست. البته اگر حکومت آینده ایران که حتما تصرفه، حتما دولت تلاش کرد که یه تلویزیونی با عنوان اپوزیسیون بده بیرون. کار این تلویزیون فحش دادن به رضا پهلوی بود، به خامنه‌ای بود، به هاشمی بود، به همه بود. ببینید این میمد چیکار میکرد؟ یعنی به رژیم، به خامنه‌ای هم فوش میداد، به اونم فوش میداد، به خامنه‌ای فوش میداد برای اینکه جذب کنه. ولی داستان دیگه داره که، ولی یه نکته مهمی میگه، من اونهای مردم رو بگیره، شماره تلفن‌ها رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار بده. ببین همین رو بگیره. اون موقع هدفش بیشتر همین بود که از این طریق شماره تلفن ها رو بگیره، ایمیل ها رو، این هدف اون، باهوهاشون رو بگیره، تحویل بده، کانکشن برقرار کنه با آدم ها. جالبه بدونید که در اون تاریخ بالغ بر 4-5 هزار دختر ایرانی و پسر ایرانی رو وزارت اطلاعات گرفت، به خیلی ها تجاوز کرد، خیلی هاشون هم کشت و بعضی هاشون هم شدن مهرهای وزارت اطلاعات. در اون تاریخ بین 200-300 دختر و پسر که از خارج از ایران وارد ایران شدن هم متاسفانه کشته شدن و گرفته شدن. یعنی توسط یک موجودی به نام تلویزیون رنگارنگ که از وزارت اطلاعات، تلویزیون رنگارنگ از حراست فیزیکی سازمان از مصطفی پور محمدی در از پولش داده میشد. حالا این بیشتر از این زمان رو نگیم، اینجا درسته گاهی حتی یه بچه وقتی یه جایی یه چیزی رو میشنوه، خانوادهش میگن یک چیزایی رو که میگه، یک چیزایی رو میشه پی برد. یکی این که خب اینا بخشی از گفته‌های این رو ما هم از جای دیگه شنیدیم، حتما شما هم شنیدید بسیاری ها. ببین یه چیز مشخصی، تلویزیون رنگارنگ مال وزارت اطلاعات و رژیم بوده، سپاه. البته این یه خود چیز میگه سپاه قدس و اینا نقش داشتن. حالا تلفن های اینا رو، ایمیل های اینا رو، پیونداشون، کنکتاشون اینا رو پیدا میکنه، به اون میده. این یکی. دوم، یه سری از این کسا رو، یه سری کسایی که برای مثال ایران دوست بودن، پادشاهی خواه بودن، هر چی بودن، اینا مهمی خودش میکنه. این مهمه. من شنیدم یکی از این کسان همین، چرا خسرو فراهره، خسرو بعد اینا اومدن اون تلویزیون که اینجور شد لو رفت، اومدن یه سری رادیو و اینجور چیزا رو زدن. یکی از کسانی که با این کار میکرد آرتین هست، حالا نام خانوادگی رو فراموش کردم، نمیدونم آرتین چی، تو رادیوی شمرون هست. این فرقشون هست، این با همین رنگارنگ همکاری داشته. بعد میگن که این آدما، ببین دقیقاً گفته، این گفتش درسته، میگه اون آدمایی که اینا گرفتن، اینا میشدن مهره. اون وقت وزارت اطلاعات چی میگه؟ یا اون دستگاهی که گرفته میگه آقا تو همینجوری هستی، همینجوری باش. یعنی اگه تو شاد پادشاهی خواه هستی، همینجوری کار پادشاهی خواهی تو داشته باش. تا
کراوات بزن، همه اون چیزاش فقط یه کار بکن. گاهی وقتا تو این چیزایی که میگی اینو بنداز توش، مثلا بحث صوفیا هست، مثلا این کار کن یا این کار. ببین همه چیزای 99.9% آران جان تو شما اینو میدونی، من دارم زیره به کرما میبرم، سر جاش میمونه. تنها یه چیز، یکی دیگه از کارهایی که میکنه چیه؟ ایمیل ها، آدما شناسایی میشن میده. ببین یکی از اون برچسبایی که ما میدیم، ترسی که داریم که میگن این شنیده است، ممکن اشتباه باشه، برای خسرو فروهر همین داستانه. یعنی اون نیرو چی میگه؟ میگه آقای فروهر تو اصلا فوش میده به خامنه‌ای، فوش میده به اسلام، فوش میده هر کی دوست داری، همونجوری باش، اصلا بیا اونجا مشروب بخور، به اسلام فوش بده، هر چی دوست داری، فقط تو چیکار بکن. کیا میان، کیا اینجا خیلی مثلا شاهزاده دوستن، کیا مثلا خیلی اصلا کرد کومولن، کیا مثلا با اونن، کیا با اینن. ببینید من به زبان ساده دارم میگم، تو تنها همین کارو بکن، یعنی تنها اینو به من اینو بده. ببین مشخصا قرار نیست آقای فروهر این کارو کنه، اونجا ممکنه سیستمی داره، برای مثال کسایی که تو کامپیوترش کار میکنن. ببین اتهام دیگه، ببین یه احتمال میتونه باشه، بنده هم نمیگم هست یا نیست، بارها گفتم وقتی که نمیاد به فرمایش آقای مرادی میگه آقا تو نمیای پاسخ بدی، خب دیگه ما مجبوریم مهر چیزو بزنیم روش دیگه، تو بیا پاسخ بده اینا. شنیده ها این هست که آقای خسرو فروهر اون زمان کانکتی با این تلویزیون رنگارنگ داشته، ارتباطاتی داشته، به ویژه با این آرتین نامی هست، دقیقاً آرتین رئیس رادیوی شمرون هست، آرتین من نمیدونم چی. خب ایشون هم شما برید تو پیجش همیشه میگه دیگه رادیو شمرون، رادیو شمرون. خب این آقا بیاد اینا رو پاسخ بده، این هزار هزار صد تا هی این کار داره میکنه، اینا مسائل مشکوکی هست. کما اینکه گفتم این یکی از 30 تا هست، البته برای من که 21 تا رو گفتم، حالا این چیز 21 رو این مون دیگه که میگه آ تو این تکخالشون، آقا گفتم ما این 21 رو همونجوری با چیز کردیم، این یه مهره، این آقا یکی از نورهای بسیار ارزشمند برای اونا. چرا ارزشمنده؟ میگن که تیپش گلزنانه، میگن تیپ این آقا، یکی این که چون از گذشته پهلویست بسیار یا اصلا شک نمی کنن. طرف میگه آقا من به یکی از اعضای خانوادم شک میکنم ولی به این شک نمی کنم. ببین یه چیزی یکی نوشت، یه آقای یه چیزی نوشت، یکی به من گفت، برام کامنت فرستاد، گفت اینو در پیج آقای فروهر اینو نوشتن. حالا من اگه اونو داشته باشم بد نیست، برام جالب بود، گفت که اینو بخون. گفتم اوکی، من اینو به من رسوندی، متشکرم. ببین ایشو یه آقایی به نام من اگر یکی به من گفت که این آقای اینو نوشته، حالا من شاید همینجوری اونجا دیدم، آره دیگه، ولی یادم میاد، میتونم بگم چی نوشته. ایشون گفته که، یعنی چیزی که این آقا گفت که من به هر کسی اگه شک کنم، گفت که اگر من واقعا کسی بخواد ثابت کنه خسرو فروهر هر چیزه، من اصلا خودمو اعدام میکنم، قسم میخورم. آقای آرمین یا رامین تقی‌پور، یکی بعد گفته که یه چنین کسی. حالا من نمیدونم آقای رامینه کیه، من که نمیدونم، یه چنین کسی رو عبد من میگم برای من کامنت فرستاد، بعد من اونو در اون تلگرام اونا داشتم. مثلا من این فیس چیز نیاوردم بالا، اینستاگرام رو. خب این آقایینه که اینقدر تعصب دارن مهم نیست، بنده هم نمیگم این آقا چیز بد میگه که، آرام عزیز، یه چیز طبیعی، اگه این بخواد از گفتم 99.9% بایستی همون شکل بمونه، اصلا کار امنیتی اطلاعاتی اینه. اگر برای مثال، برای نمونه، اگر من جذب بکنن، اگر آقای آرام جذب کنه، آقای آرام بایستی همون چیزی که دیروز بود امروز هم باشه، همون تیپ، همون ادبیات، همون همه چی همون باشه. اگر پادشاه دوست بود، پادشاه دوست، اگر زدش بود، زدش، اگر چپ بود، چپ، نبایستی، وگرنه لو میره. منتها یه کاری میخوام، میگن آقای آرام تو تنها چیز، ببین چه کسایی برای تو ایمیل میفرستن یا زنگ میزنن، چه و چه، این یکی از کارا. حالا
ما سخن ما اینه، اون آقایی که اینقدر بهش چیز داره، میگیم که این آقا میاد یکی از اینها رو، ما میگیم یکی از اینها شاید اثبات شد، کما اینکه این چیزایی که این آقا میگه من میگم 90% خوبه، رد نمیکنه، منم رد نمیکنم. ایشون درباره مصدق اعلام موضع داره، خب موضع منم هست. درباره سینما رکس داره، موضع منم هست. درباره انقلابیون هست، موضع منم هست. درباره اصلاح طلب ها هست، منم مخالف تبرزدی و کروبی و موسوی و سبز و زرد و چیزای رژیم جمهوری اسلامی هست. نه تنها ما، اون پسره تو سوئد هست، ایران شهری ها، امید شریفی چیچی در سوئد، اونم همینجوریه، اونم با اصلاح طلب ها، با بخش بزرگی، بخش بزرگی، اون البته با اصولگراها، یعنی با قاسم سلیمانی خوبه، ولی با پادشاه فقید و با رضا شاه خوبه. پس ما اینو میخوام بگم که ایشون بحث یکی دوتا نیست، مسائل پرشماری هست که میبایستی پاسخ بدن، پیونداش و اینها، و من هم به هیچ رو نمیگم اصلا. جناب پورا، این دوستی که میفرماین اگر ثابت کنن ایشون مزدور خودم اعدام میکنم، خب اگه ایشون جواب نده باید برن خودشون اعدام کنن دیگه. چون برای من یه کامنتی که نوشت گفت که دقیقاً گفته اگر ثابت کسی کنه من این خسرو فروهر خائنه، من خودم رو اعدام میکنم. حالا من کامنتش رو برام یکی فرستاد، حالا من میگم خودت رو اعدام نکنه جناب پورا، خود که من در خود ویم قسم اعدام نکنه، قسم میخورم که خودم اعدام میکنم، به ایران قسم خور، به ایران حرام... جالبه مثل اینکه به ایران قسم. حالا بیاد خودت رو اعدام نکنه جناب پورا دیگه، اون که قصد خودکشی داره دیگه. خیلی ساده است، من دوباره عرض میکنم خدمتون، اصلا خیلی ساده است. منم نمیگم ایشون هست، شما میگین، شما هم نگفتین هست، بیا میگین باید پاسخگو باشه. دقیقاً. خب بیاد پاسخ بده، و اگر پاسخ نده و خودش خیلی بالات به قول خودش خودشو بگیره بگه من اصلا اینا در حد من نیستن، اولا کسی که مبارزه، اولا کسی که مبارزه نباید خودشو بالاتر از دیگران بدونه و باید در خدمت مردمش باشه. خب اینو مردم سوال دار میکنن از شما، اینو مردم دارن از شما میخوان. من درودم دارم خدمت دوستان عزیزی که اومدن و درود فرستادن، جناب کوروش امیدی، جناب لقمان خرمی و بانو اصیلا، اگه اشتباه نکنم سوسی اصیلا، من درود دارم خدمت این عزیزان. ببینید جناب پورا، این مسئله خیلی ساده است و اینقدر پیچیده نیست. الان شما چند تا موردی که عنوان کردین تا حالا، اگه جوابگو نباشه، این از دیدگاه منی که مبارزه میکنم و سال هاست میجنگم، کاملا حق با شماست، ایشون بیاد جواب بده. و جایی هم هست میبینی اصلا اشتباه کرده جناب پورا، من گفتم من اتهامی به کسی نمیزنم، اصلا اشتباه کرده. خب حداقل اینقدر شامه داشته باشه. بله، اینی که شما میفرمایید در اون مقطع زمانی من اشتباه کردم. بله، سخن ما هم همین هست آرام جان. بندم نمیگم، بندم همیشه گفتم ابتدا به ساکن، ما گفتیم اینا یه سری شبهه هست، شکه، ما شک داریم. وقتی نمیاد ما دیگه کم کم رسما میگیم مزدوری، بیاد ما باز رد میکنیم. پس دلیل این که ما امروز بنده یا شما یا هر کسی امروز میگیم مزدور، برای اینکه نمیاد. دوستان دیگری رفتن گفتن بیا، ایشون نمیاد، ما میگیم چرا نمیای تو؟ خب تو لابد یه مسئله، ببینین الان مسئله مطرح شد به عنوان کاسپیان. بله، یه عده اومدن و ادعاهایی داشتن. خب ادعاهایی داشتن، خب ببینین عکس میرزا کوچک‌خان رو داشتن. من احترام دارم برای هر کسی با هر عقیده‌ای و اهانتی به کسی نمی‌کنم. خب طرز صحبت های اولشون طوری بود من فکر میکردم واقعا اینا تزیه طلب هست. برای من هم همینطور. خب من گفتم طرز بیانات اینجوری نسبت به شما، شما یه مهری بفرمایید بگین تابع چی هستین، چی میخواین و بیاین صحبت کنین، اما اهانت نکنین. گفت ما اهانت میشه، گفتم خب وقتی بهتون اهانت میشه شما اهانت نکنین، طرز فکر و خطی رو که دنبال میکنین بیاین بیان کنین، مطمئن باشین اگه برحق باشه کسی بهتون اهانت نمی کنه. و دقیقا هم همین جوری شد. اینا آمدن گفتن ما خواهان یک سیستم آزاد سکولار و دموکرات و فدرال هستیم و تزیه طلبی خط قرمز ماست. بسیار عالی. اینو اول نمیتونستی بگی؟
بله این از اول نمیتونستیم بگی که این شبه درست نشه. بله این ببینین اینجا یه شبه بود درست. اینا شاید لابی باشن، اینا شاید وابسته به جریانات دیگه باشن، مثلا مال جمهوری اسلامی خواسته یا نخواسته، ولی وقتی که میان صحبت میکنن و جریانشون روشن بله. میکنن دیگه مسئله این بسط نمیمونه جناب پورا. الان دقیقا بله الان دقیقا مسئله جناب فروهر فروهر چی هست نمیدونم همه جوریه. الان دوستان اینجا کامنت میذارن، دوستان همه کامنتی که میذارن میگن که ایشون نیاید مزدور است. یعنی ما هم دلیل اینکه امروز ایشون رو مزدور میگیم برای اینکه ایشون نمیاد، فرار میکنه از واقعیت. چطور میشه یه بچه، حتی یه بچه ادعا بکنه آقای فروهر اینجا مثلا تو این خانه یه جا آتیش گرفته؟ آیا ما میبایستی بی‌تفاوت بگذاریم اگه یه بچه بگه که اونجا مثلا بوی گاز میاد، گاز خونه مثلا باز میشه گاز میاد دیگه منفجر، بچه میگه بوی گاز میاد، آیا ما باید بگیم چون بچه هست توجه نکنیم؟ حالا ببینید ایشون دیشب اومده، ببین میگم ایشون میاد پول درخواست میکنه، ببینید چی گفته. من میگم ایشون هر چیزای خوبی هم میگه، طبیعی است همه آدما خوب، مگر بی بی سی بد میگه یا مثلا کسای دیگه این رو آخوندا میرن بالا، چیزای خوبی هم میگن بده. ببیشه گفتم ایشون واقعا حجت الاسلام فروهر بایستی بگه، چون روشش آخوندی است. ایشون پوپولیستیه، یعنی تنها چیزی که هست تبلیغ برای خودش جذب. این میدونه در آمریکا در اروپا به هر حال شمار بالایی برای نمونه میان انتقاد میکنن به اسلام و دین. این چیکار میکنه؟ با یه ادبیاتی زرنگی که داره، یه مقدار هم اون ادا اطوارهایی که البته اینا دیگه تو حوزه لومپنیزم میخوره، زرنگیایی که هست، میاد چیکار میکنه؟ مردم دوست دارن، میگه این هر دیگه میاد مثلا چیکار میکنه؟ شما اگه نگاه کنید از یک ادبیاتی استفاده